من سلام می کنم به همه دوستانی که امروز به ما جوین شدن برای جلسه خیلی جذاب تارا عباسپور که فکر می کنم دومین جلسه از بخش جلسات معماری و هنر هست. تارا هنرمند ایرانیه که بین ایران و آمریکا کار میکنه. MFA شو مستر فاین آرتش رو از دانشگاه ییل گرفته در زمینه عکاسی، قبل از اون فوق لیسانس هنر رو از دانشگاه تهران گرفته و یه نکته جذابی که توی بکراند سارا هست اینه که از بکراند اربن پلانینگ میاد، چون اول لیسانسش رو تو زمینه طراحی شهری از دانشگاه فردوسی مشهد گرفته. توی بایوی سارا خوندم که به دنبال تصویرگرایی که تصویرگرایی شاعرانه یا شاعرانه های تصویریه که با پورتره و لندسکیپ شروع میشه، ولی بین فضاهای درونی و فضاهای بیرونی، فضاهای داخلی و فضاهای شهری در حرکت تا یک تصاویر خیالی بسازه بین آنچه که بین خیال و واقعیت میتونه رفت و برگشت داشته باشه. خب سارا جان خیلی ازت ممنونم که جلسه امروز رو شرکت کردی، وقت گذاشتی و برای ما کاراتو میخوای پرزنت کنی. یه معرفی کوچیکی هم از گروه بکنم که گروه ما اسمش از فلای باتل مگس در بطری، که به دنبال کنار هم گذاشتن یک نتورک، یک شبکه انسانی از محققین آمریکای شمالی و اروپا که بتونیم تحقیق های بچه های ایرانی رو به زبان فارسی داکیومنت کنیم، ثبت کنیم و با جامعه بزرگتر در میون بذاریم. قبل از هر چیز دوباره از تو رو تشکر میکنم و آماده ایم که صحبت های خوبتو بشنویم. مرسی. مرسی از تو مریم جان، مرسی از اعضای فلای باتل که منو دعوت کردن. خیلی خوشحالم که اینجا هستم، میتونم کارامو با تون به اشتراک بذارم. برای من این صحبت کردن اینطوریه که لطفاً خواهشان هر موقع هر سوالی هر جایی داشتید اصلا نیاز ندونید که وایسید تا آخر، همون لحظه میتونید بپرسید، نگران نباشید. من ذهنم اینطوری نیست که بپره نتونم برگردم سرچش. خیلی ممنون از همگی، مرسی که اومدید. خب من شروع بکنم به شیر کردن اینطوری. اوکی، این که منم من دیگه دو سه سالی هست که هر جا تاک شروع میکنم با این سری اکسا شروع میکنم. اینا شاید یکم کمک کننده باشه به اینکه بفهمیم که من خودم بفهمم که چرا اینجاییم که الان هستم. اینا اکسای آلبوم خانوادگی، اکسای جوانی مامان منه، موقعی که توی دانشسرها داشته درس معلمی میگرفته و اینا هم دوست داشتن این پوزا، این فضا. اولین مواجهه من با دنیای عکس با این آلبوم شروع شد که همیشه یواشکی میرفتم باز میکردم نگاه میکردم و اینها، و برای من از دنیای دیگه ای سخن میگفت که با واقعیتی که من اطرافم میدیدم خیلی متفاوت بود. یک جایی، یک مکانی و یک زمانی بود که من ازش اطلاعی نداشتم و خیلی چیزا این برای من جذب میکرد، منو جذب میکرد به خودش تو این عکس‌ها. یکی این بیناجنسیتی بودن نسبت به تعریف روزمره‌ای که مثلا من انتظار داشتم که زن چگونه است، مرد چگونه است، مثلا دختر چگونه است، پسر چگونه است، و این پرفورماتیو بودن مثلا عکس ها و اینها خیلی بر من جذاب بود. در این حال این خانم مامان منه اینجا اینطور که میبینیم. اوکی بریم. آها، در مورد خودم یکم توضیح بدم. من البته مریم جان توضیح خیلی خوبی داد، سابقه تحصیلی که خیلی مهم نیست، ولی در لحظه تدریس میکنم توی مدرسه هنر کل آرت، کالیفرنیا اینستیتوت آف دی آرت. در لحظه هم تورنتو هستم. اوکی. برگردیم به این که ماجرا رو حالا خیلی من تاثیر گرفته از تحصیلاتی هستم که کردم، هرچند که شهرسازی اون چیزی نبود که
من میخواستم ادامه بدم، ولی خیلی ازش تاثیر گرفتم. ولی اینجا رو دارم شروع میکنم از یک کتابی که تاثیر گذاشت روی من موقعی که داشتم ارشد میخونم، ارشد عکاسی میخونم دانشگاه تهران، به اسم بدن قطع قطع شده، تکه به مثابه استعاره از مدرنیته، از لیندا ناکلین. یک مقاله معروف دیگری هم هست که احتمالا بعضیاتون بشناسین راجع به لیندا ناکلین. عنوان مقاله هست که چرا، ممکنه اشتباه بگم ولی مضمونش اینه که چرا تعداد آرتیست های زن بسیار کمی در طول تاریخ وجود دارن. ولی توی این کتاب لیندا ناکلین راجع به این صحبت میکنه که چگونه تصویرگرا و هنرمندا از تکه تکه های بدن ها استفاده کردن برای اینکه انگار یک چیزی رو سوگواری بکنن از یک گذشته که داره از دست میره و یک انگار یک نوستالژی سوگی رو مطرح بکنن توی کاراشون. عنوان مثلا این کار هست: The artist is mourning a revocable loss with a regret for a lost totality and vanished totalness, wholeness. خب میریم بعدی. و راجب این هم داشتم فهم کردم که چقدر توی این کتاب راجب این صحبت میکنه که عکاسی چه تأثیری روی نقاشی و تصویرگری گذاشت. به عنوان مثال، چون زندگی داشت سریع میشد و عکاسی هم محصول این زندگی سریعه و محصول این صنعتی شدن زندگیه، ما با فریم بندی های جدیدی توی نقاشی ها هم روبرو میشیم. فریم بندی هایی که پیش از اون اگر هر نقاشی میخواست فریمی رو ببنده، همه چیز، هیچ چیز تکه نشده بود، همه چیز یه جایی در وسط کارت بود که تکه تکه نشه. ولی مثلا همونطور که توی قاب عکس وقتی زندگی سریع اتفاق میفته، تو کسایی میبینی که توی حاشیه عکس مثلا از بین بدنشون نصف شده، توی این نقاشی ها هم میبینیم. و این رفت و برگشت فریم بندی ها و انعکاس ها توی اینها همه برگرفته از الهاماتی که از عکاسی بوده. حالا به زیر نویس کردم که البته کارهای معروفی هم اصلا احتمالا میشناسیدش. برمیگردیم به یه سری از کارهایی که من توی خوابگاه دانشگاه تهران انجام دادم. اینجا خوابگاه فاطمیه و یکی از اولین کارهایی که با بازی های عکاسانه من دارم باشون پیش میرم و در این حال برمیگرده به شرایطی که من تجربه کردم توی این فضا. دانشجوهایی که از شهرهای دیگر اومده بودن به تهران، فضای خصوصی وجود نداشت، از ریشه های قدیمی کنده شده بودن و پرت شده بودن توی این فضایی که قرار بود تصویر بسازن از آینده‌ای که قرار داشته باشن، و از این، از هر امکانی که وجود داشت برای ایجاد یک محرمیت، یک فضای شخصی استفاده میکردن. و من داشتم فکر میکردم به این تکه تکگی بدنهای اینا به عنوان نشانه ای از تکه تکگی روح اینها که در جاهای مختلفی بین زمانهای مختلف و مکانهای مختلف اتفاق افتاده. و در این حال هم یک مطالعه بود از فضای درون و بیرون و این معماری پشت سر هم تکراری که جاهای مختلف می‌دیدیم و هر نوعی که هر فردی سعی کرده بود مثلا فضا رو شخصی بکنه، خصوصی بکنه، مثلا درون و بیرون و مثلا قاب در قاب ها رو داشتم بهشون فکر می‌کردم که یه جاهایی هم بامزه‌تر بود، یه جاهایی هم عجیب غریب‌تر. و این بخش‌های مختلفی از تصویر که با هم در ارتباط بودن چیزایی بود که من داشتم بهشون فکر می‌کردم. یک کتاب دیگه که من خیلی ازش تأثیر گرفتم کتاب تجربه مدرنیته مارشال برمن بود و تحت عنوان هر آنچه که سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود، که یه بخشی از مانیفست مارکس انگلز هم توش آورده که برای من خیلی جالب بود. اینو البته من پیشتر توی دوران کارشناسی خونده مطالعه کرده بودمش. و
حالا از روش میخونم. ببخشید که انگلیسیه، من این رو باید ترجمه فارسی میکردم. نه دیگه نمیخونم، خودتون بخونیم. و راجع به این صحبت میکنه که هر چیزی که سخت و استواره در این دنیای مدرنی که داره بیم و امید میده نسبت بهش، ساختمان ها تغییر میکنن، هر چیزی که مقدسه تبدیل به یک چیز قبیح میشه، هر چیزی که هر ایده های جدیدی که شکل میگیرن پیش از این که فرم بگیرن به خودشون قدیمی میشن، و این تغییر باعث میشه که انسان برگرده مجبور شه نگاه بکنه که شرایط زندگیش در رابطه با زندگی اطرافیانش در اجتماع چگونه داره رقم میخوره. و پس از اون من برگشتم این مجموعه را کار کردم، اسم عنوان مجموعه هست سفید، و این یک محله، یک واحد همسایگی اطراف حرم امام رضا، و بافتار شهریه که قرنها ثابت مونده و حتی در روایات در تاریخ میاد که حتی از گزند حمله چنگیز مغول هم در امان مونده، و تا پس از انقلاب که وارد گزند کالا انگاری زمین، کالا انگاری تاریخ، کالا انگاری بافت شهری میشه، و به عنوان مدرنیته تصمیم میگیرن که در اینا همه طرحهای گسترش آستان قدس و این هاست، و تصمیم میگیرن که با این بافتار تاریخی به عنوان زمین خالی برخورد بکنن و خراب میکنن، اسفالت میکنن، و یکی از کارهای عجیب غریبی که میکنن به ارتفاع یه طبقه سفید میکنن، یه جورایی ماسمالی میکنن ماجرا رو. و توی این مجموعه من بارها توی این محله قدم زده بودم به عنوان دانشجوی شهرسازی که برداشت بکنم، با آدم ها صحبت بکنم، تغییرات رو بررسی بکنم، و این سرگشتگی و گم شدن توی فضا برای من هر دفعه یه جور جدیدی اتفاق می افتاد، به خاطر اینکه یه چیز جدیدی که من به عنوان نشونه از قبل استفاده می کردم از بین رفته بود. کوچه هایی که قرار بود تنگ و تاریخ باشن یهو نبودن، هیچی ازشون باقی نمونده بود، یا برای من چیز عجیب دیگه این بود که اون فضایی که قرار بود درونی باشه در معماری ایرانی تبدیل به بیرونی شده بود، فضایی که قرار بود محرم باشه حالا در ملأ عام بود، و در این حال این ساختمونایی که رنگ روشون پاشیده شده بود و این فضاهای خالی تبدیل شدن برای من به عنوان شخصیت‌های اصلی این داستان، که یه جور یک شخصیت‌های تاریخی که آگاه هم به وضع خودشون و صبورانه دارن این در این برزخی هستن که انگار این چرخه رو پذیرفتن و یک جورایی با یه پوزبندی دارن نگاه میکنن به اوضاع. و همچنین من داشتم خودم رو در ارتباط با روح زندگی های گذشته در این فضا میدم، به این دلیل که توی شهرسازی ما میخونیم که شهرهای خیلی قدیمی به واسطه اینکه هر بنای جدیدی روی ویرانه های بناهای قبلی اتفاق ساخته میشه، به مرور زمان تبدیل به یک تپه های کم، حالا به هر حال با ارتفاع نامحسوسی میشن، ولی همچنان ساختار لایه 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 دارن، و من خودم رو در ارتباط با این لایه‌های زندگی و روح گذشتگانی که هنوز در فضا در حال حرکت بودن می‌دیدم و در حال مکالمه و مکاشفه با اونها. جالبیش این بود که مثلا خونه‌هایی که تبدیل به سری کعبه‌های عجیب غریب شده بودن، به خاطر اینکه اینا هنوز دارن با مقامات سعی میکنن مقابله بکنن برای اینکه دارن زمیناشون ارزون و بی ارزش میخرن ازشون، سعی میکنن به زور بیرون کنن این جماعتی که سال نسل در نسل اینجا زندگی کردن. اگه سوالی دارید ممنون میشم بپرسید در اینجا.
و یه چیز دیگه هم که من دنبالش بودم این بود که این با مفهوم زمان من زیاد در حال چالشم و دوست داشتم که زمانهایی برم عکاسی بکنم که هوا ابری بود و این باعث می شد که با اینکه من در طول فصول مختلف رفتم عکاسی بکنم یک بیزمانی به کل عکس ها بده، چه نسبت به موقعیت روز چه نسبت به موقعیت فصلی. و این علائم، نشانه ها، تابلوهایی که قرار بود به حرم اشاره داشته باشه هی جابجا میشد به خاطر اینکه هی حرم دورتر و گمتر میشد نسبت به قبل. خب حالا این تز پایان‌نامه ارشد بود، میریم سمت اتفاقی که بعدتر توی آمریکا برای من افتاد در زمینه عکاسی. همونطور که دیدین کارهای من خیلی وابسته به، حالا کارهای دوتاشو انتخاب کردم نشون بدم، خیلی وابسته به مکان و مطالعه فضا بود، ولی من حالا قدم به جایی گذاشته بودم که هیچ نسبتی باهاش نداشتم، نه با تاریخش، نه با حالش، نه با هیچ چیز دیگری. من دچار سرگشتگی و گمگشتگی عجیب غریب شده بودم که حالا من اینجا چی کار میتونم بکنم، چه ربطی به اینجا دارم، و باعث شد که در رویکرد خودم یه تغییرات خیلی جدی به وجود بیارم. این البته که اخیرتره، ولی آگاهانه مثلا الان بهش آگاه ترم و یه جورایی در ناخودآگاه هم حالا دارم میفهمم که مجبور شدم که به سه چیزایی فکر بکنم. یه کتاب میخوام معرفی بکنم، Notes on the Cinematograph از رابرت برسون، که توش این کوتو داشته باشیم: Provoke the unexpected expected. و این بخشی از کوت هایی که برسان توی این کتاب داره میاره و یه سری یادداشت هایی که برای خودش داره مینویسه در طول سالها، به خاطر اینکه برسان داره با نابازیگرها اکثرا کار میکنه و داره هی سعی میکنه که رابطه خودش با این کسایی که داره باشون کار میکنه رو پیدا بکنه، رابطه خودش با سینما، رابطه خودش با دنیای روایتگری. و یه چیز بامزه دیگه هم که داره اینه که هی به خودش یادآوری میکنه که تو قرار نیست که نقش کارگردان ماجرا رو داشته باشی و همه چیز زیر دست تو باشه و مثلا همه چیز رو بتونی کنترل بکنی، اتفاقا باید پذیرای هر چیزی که جهان پیرامون بر تو پدید میآوره باشی. و من این رو در مورد عکاسی و کار کردن با یک امر واقع بیرونی خیلی دوست میدارم، به خاطر اینکه به نظرم تفاوت عکاسی با بقیه هنرهایی که توی استودیو اتفاق میافتن اینه که این فضای غیر مترقبه بودن همواره بر تو چیره خواهد بود، هر چقدر که سعی بکنی کنترل بکنی، و این چیزیه که منو به خودش جذب میکنه. و من توی آمریکا متوجه شدم که باید روی کردم رو عوض بکنم و تنها چیزی که در اشتراک وجود داشت این بود که من انسانیت بود، آدم ها بودن. و همجا که دیدیم من توی قبلا توی کارهام خیلی آدم به عنوان پرشه نداشتم که به عنوان یک شخصیت سوژه ازش عکاسی بکنم، ولی توی حالا یه سری کار رو شیر میکنم، یه تعداد کمی از اون کارهایی که توی آمریکا انجام دادم و بهتون نشون میدم. ولی این موقعی که من برگشتم ایران با تمام اون درسایی که گرفته بودم تا اینا کارهای تزامن که این مجموعه رو بسازم، و همه چی یه موتوری در من روشن شده بود که تعداد خیلی زیادی عکس رو داشتم میگرفتم و اینها خیلی تجربه زیبایی بود. و توی کار من به معنی که نه تنها در خود عکس بلکه در بین قاب‌های عکس‌های مختلف اتفاق میفته خیلی علاقمندم، و برای من اون فضای بین عکس هاست که معنی رو میسازه در ارتباط بین عکس ها و در طول مثلا یک سکانس. حالا این
سکانسی که دارم به شما نشون میدم باید با این عکس شروع بشه و حالا آخرین عکس رو میبینیم. توی این کارها من یه نکته فراموش کردم میگم. یه چیزی که من متوجه شدم موقعی که داشتم سعی کردم کارامو جنبندی بکنم که ببینم من دارم راجع به چی کار میکنم، این بود که متوجه شدم یک چیزی که همه کار منو به هم وصل میکنه این در حال گذر بودن، در حال شدن بودن یک اتفاقی بود. یه چیزیه که داره عوض میشه، یک فضای تغییریه که توی عکس ها هست و این بار من سعی کردم که اون تغییر رو توی دنیای اطرافم توی ایران ببینم، همونطور که ایران رو در حال تغییر میدیدم، آدم ها رو در حال تغییر میدیدم، خودم رو در حال تغییر میدیدم. و این نگاه کلانتر داشتن نه فقط به موجوداتی که زنده پنداشته میشوند، بلکه موجودات همه زندگی های پیرامون در حال حرکت و غیر در و ساکن دارم بهشون توجه میکنم. و یه مسئله دیگه ای هم که حالا توی عکس ها میبینیم، بذارید دیرتر میگم، حالا عکس ها رو ببینیم. توی این عکس ها هم توی سکانس بندی از بیرون به درون میریم، از عمومی به خصوصی میریم، از خصوصی به عمومی، از امری که میتواند شخصی پنداشته شود تا سیاسی میریم و برمیگردیم. و من توی این عکس ها حالا اینجا البته این ارتباط خودم با مامانم و خواهرم رو دارم توی این کنجکاوی میکنم توش و دنیای عکاسی همزمان. رازها و روح گذشتگان رو مثلا من بهشون فکر میکنم در قالب معماری. و این بازی بین نسل ها، حالا دیگه دارم کار اشتباهی میکنم که توضیح بی خود دارم میدم که کارها خراب میشدن و خودتون ببینید. این عکس ها یه تعدادشون با در نظر گرفتن اینکه من میخوام یه تعدادشون به واسطه حضور من توی فضا شکل گرفته که به یه چیزی بازخورد نشون دادم، یه اتفاقی افتاده و من خواستم ثبتش کنم، و یه تعدادشون هم اینطوریه که من یه تصویری توی ذهنم داشتم و خواستم که اون تصویر رو بسازم جلوی دوربین، ولی باز همواره اون تصویرهایی که من خیلی محکم توی ذهنم داشتم و میدونستم که میخوام چجوری باشه حسابشون کامل دستم بود، اتفاقا غیر جذاب ترین کارها در اومدن و اون کاری که حتی با وجود اینکه همه چیز جزئیات کلی و جزئیات فضا توی ذهنم بود، یه اتفاقی افتاد که اون عکس تبدیل به چیز دیگری شد. اونا عکسایی بود که برای من جالب تر بود و اونا رو نگه داشتم. من داشتم همزمان برای که یک بار سنگین خواستم که عکسات با حس حالی که من داشتم که یک بخش زیادش هم بود مثلا همراه نباشه و یک تنز و یک شیطنتی هم توش باشه. به این کار ریچارد سراف داشتم فکر میکردم که یه آرتیست معاصریه و بیشتر مجسمه های مسیش در سایز خیلی بزرگ معروفه، ولی این کارش یه چیزی بین شعر و بازی و بازی با کلماتیه که داره هی فعلا رو پشت سر هم میاره و این از اینها یک حرکت و یک پرفورمتیو بودن و یک رقصی شکل میگیره به نظر من. و به اینا فکر میکردم، اینا یکم من منابع الهام من توی این قضیه بودن. این عکس برگشت اینجا جاشو پیدا کرد به طریق دیگه ای، این بار سیاه‌سفید، و باز من مدت هاست که درگیر عکس سیاه‌سفید هستم به این دلیل که یکی از دلایلش اینه که به همون بیزمانی اشاره میکنه
و یکی از مشکلاتی هم که من با عکسای رنگی بعضن دارم اینه که دارن سعی میکنن که رنگ واقعی رو نشون بدن اما همیشه خیلی متفاوتن. این کیفیت رنگ برای من چیزه که باش نمیتونم کنار بیام هنوز، ولی حالا این کار جایی دارمینیم از وقت رنگ برمیگرده. این از این چشم میگفتم فهمش کردم و حالا کنار هم اومدن این عکس‌ها چیزیه که خب توضیح نمیدم، اگه سوال داشته میتونم راجبش بگم. این و عکس بعدش یه جورایی نگاه من در لحظه بود به چیزی که داشتم میدیدم از زنانگی و مردانگی در اطراف خودم، حداقل در خانواده خودم. یه جورایی شکلا و اینها خودش مشخص کننده است، یه طرف استقامت، یک طرف شکنندگی و حالا توضیح بیشتر ندارم. یه چیز دیگه هم که میخواستم راجبش صحبت بکنم، امیدوارم خیلی طولانی نشه حرفم، این بود که من عکس هایی که میگیرم رو خودنگاره میبینم و هر عکسی که میگیرم بخشی از خودم رو درون میبینم، چه حالا فضا باشه، چه شخصیت باشه، چه مثلا روابط و سایه من باشه. و باز برمیگردیم به برسان، فیلم بالتازار که راجع به یک الاغیه که مراحل مختلف زندگیشو میگذرونه و خردمندترین موجود شخصیت توی اون داستان بالتازاره. اگه ندیدی توصیه میکنم. این سکم بالتازار منه و منه. و به هر حال باز این تغییرات و این مدرنیته دروغین و این پوشیدگی فضاها، ساخت و سازهای عجیب غریب من بهشون توجه میکنم و برام عجیبه. و این فضاهای دراماتیکی که اتفاق میفته در لحظه هایی از زندگی، اینا هم برای من جذابه. برای من این عکس یک انجمن خدایانی است که دارن سرنوشت زمین رو بررسی میکنن، نقشه میکشن. من یه سری پاسخ، یعنی حرفا رو میذارم که نگم که اگه سوال شد راجعشون بیشتر توضیح بدم. و حالا این عکس ها هم کسانی هستن که چه من میشناسم چه نمیشناسم، چه ممکنه فردی رو ببینم تصمیم بگیرم که باش همکاری کنم در ساختن عکسی. این میشه آخرین عکس اون سکانس و این بازی با بیزمانی بیمکانی برای من جذابه و برای من این داستان ها از زندگی این آدم ها و زندگی من در فاصله بین پرتاب یک قطع سنگی تا نشستنش بر سینه آب اتفاق میفته و وارد یک ماجرای لوپ میکنه این روایتی که میخوام بسازم با. چقدر دیگه وقت داری مریم جان؟ نمیدونم چند تا اسلاید دیگه داری سبا جان؟ دارا جان میخوای ادامه بدی 5 دقیقه دیگه یا دوست داری الان پرسش و پاسخ شروع کنی و بقیه حرفتش کانورسیشنی که پیش میاد بگی؟ اوکی ببین، عکس هنوز زیاده، بذار از اینا میگذرم. یه سری کارهایی که توی آمریکا ساختم و دارم سعی نشون میدم
اون یک صفحه از کتاب دلوز و گاتاری بود فکر کنم ازش گذشتی، یکم آره برگردیم آره ببینیم چطور اینو رفت میدی به کارا. آره آره حتما. خیلی خوشحال، مرسی. والا من نمیتونم ادعا بکنم که خیلی خوب مطالعه داشتم یا خیلی کامل میفهمم یا اصلا صاحب نظرم به هیچ وجه، ولی این کارهای این دو نفر بر من بسیار جذاب بوده و تا جایی که ازشون درک میکنم من یه قسمت هایشو برمیدارم. توی این کتاب دلوز گواتاری راجب نومادیزم حرف میزنن و فرقش با یک جانشینی و حالا این ایده ها رو وارد چیز میکنن، خلق اثر هنری هم میکنن و حالا یه سری اصلا تعاریفی میسازن در مورد هنر یک جانشین و هنر نومادیک. ببخش من گوش ما چیز میکنم. و برای من این بخش راجع به سیاست هم میخواستم بیشتر صحبت بکنم. یکی از مشکلاتی که من داشتم موقعی که اومده بودم آمریکا این بود که هر کسانی از زنان که از ایران یا از خاورمیانه میومدن اینجا میخواستن آرتیست بشن یک سری کارهای خیلی مشابه و سطحی ازشون میدیدم، حالا چه برسه به نشاط چه برسه به شادی. فامیلش چی بود؟ قیه داشت. ببخشید فراموش کردم. و کسانی اکسپوژر می گرفتن که اینجوری چهره خیلی ساده و سطحی نشون میدن و اینقدر سیاست زده بود که مثلا حال منو به هم می زد. و من سعی کردم که توی کارا مثلا کاملا چیز دیگری رو پیش بگیرم که چیز اصلا اون بخش رو سرکوب بکنم یا بذارم کنار. و بعد یه مدتی به این رسیدم که خب از من هیچی نمون، من دارم انگار خودم میذارم کنار، به خاطر اینکه موجودیت ما در اصلا موجودیت هر انسانی به هر حال وابسته است به سیاست و اینها. و به نظر من و گواتاری و دلوز راجب این صحبت میکنن که راجب مسافر هم صحبت میکنن، یک جانشین، مسافر و نومد. به نظر من اون کارها شبیه کارهای مسافری که خودش رو یا در مقصد یا در مبدأ جا میذاره و تکه های از خودش رو داره سعی میکنه بیاره در این مقصد و در این حال هیچ موقع به عضوی از مقصد بدل نمیشه، بین این چند پارگی میمونه. اما کسی که نامده در ثانیه در لحظه با توجه به شرایط زندگی میکنه و تصمیماتش از یک جای دیگه میاد. خیلی بحثش طولانی میشه اگه بخوام توضیح بدم، ولی حالا خودشون نهایتاً یه سری ویژگی هایی هم برای هنر نومادیک توصیه میکنن یا توصیف میکنن. اینم خانم روزی بریدوتی خیلی آدم کار درستیه، یه سری ویدیوهاشو من داشتم سخنرانیاشو میدیدم و این کودو خواستم بیارم که داره توضیح میده که نومد چی هست از نظر دلوز و گواتاری. و به این معناست که یک فردی که یک آگاهی ویژه‌ای از شرایط زمانی مکانی و سیاسی اجتماعی که توش هست داره و یک آگاهی تاریخی داره و این ارتباطی که پیدا میکنه با دنیای اطرافش فقط با آدم ها نیست بلکه با نان هیومن ها هم هست و از حتی هوایی که نفس میکشه در هوای معاصره. بگذاریم، اینا داستان سرایی که من با اتفاقات پیرامونم انجام دادم و خیلی هاشون در سفرهایی بوده که من در آمریکا داشتم از این سر به اون سر. اصلا نمیخوام وارد کلیشه، هیچ ربطی به نومادیسم نداره به خاطر اینکه سفر فیزیکی چیز دیگریست. اینا رو سعی رد میشم. این کلافگی من با زندگی و با عکاسیه، یه چیزی که صحنه‌ای که ساختم، یه جوکایی هم راجع به خدایگان دارم میسازم با کارا راجع به چیزایی که زندگی ما رو تحتیز میکنن. این دوست من آنازه که از اول دبیرستان با هم دیگه دوست بودیم و اینجا توی اوهایو باز دوباره دیدمش و این مسیری داشتیم می رفتیم و برمیگشتیم در یک هوای مهالودی که راجع به مرگ و غم و زندگی داشتیم صحبت می کردیم و اون دیالوگ ما بود.
دارم تون تون رد میشم. سوال داشتید بپرسید لطفاً. یه تعداد از این عکس‌ها در سفر جاده‌ای که من از شرق به غرب آمریکا داشتم اتفاق افتاده. سری رد میشیم رنگ رو برگردیم پیدا بکنیم. تازه اینا دارم لیست چیزایی شیر میکنم باید این که برای خودم جدیده. بازگشت رنگ و حالا یه رنگ ها هم یک بعضن تونالیته های ویژه ای دارن. و کارهای جدیدتر در مورد جادو هستن خیلی. اینم بگذاریم، اینم مال دیگه آخرین کوتی که تموم میکنم باهاش. خیلی خیلی دوستش دارم از جورج الیوت که در واقع مریان ایونز بوده. میگه که بس انگلیسی بگم دیگه این دفعه. If our eyes and hearts were open, we could hear the roar of energy that lies on the other side of silence, and we could hear the heartbeat of a squirrel. As things are, we walk around wrapped up in stupidity. مرسی. خیلی ممنون سارا جون. من خیلی لذت بردم از جوری که بحث تو دستبندی کرده بودی و کورتا و تیسس هایی که اولش می آوردی و بعد اون داستان سیکوینسی که بعدش می چیدی. ما اون رابطه رو بعد خودمون کشف می کردیم. جوری که پرزنت کردی این یک رابطه دایدکتیک نبود، یک نراتیو ویژوال بود و یک در خودش یک کشف و شهودی داشت. ممنون از تو، خیلی پرزنتیشن خوبی بود. حالا قبل از اینکه من چیکار میخوام از بقیه دوستان بپرسم اگر سوالی دارن شروع کنیم که بحث رو ادامه بدیم. مرسی. در مورد رنگ سوال سختی پرسیدی. والا خودم دقیقا نمیدونم که برمیگرده رنگ، ولی نبود رنگ برای من فقط حالا چالش برانگیز بودن در آوردن رنگ نیست. واقعا برای من باز یکم برمیگردم به همون عکس آلبوم خانوادگی اولیه، خانوادگی نه، آلبوم دوستان مامانم. این انگار جوری بود که من اولین بار عکس کشف کردم و یک علاقه نهادینه شد به من برای عکس سیاه و سفید، و در این حال همینی که الزاماً وجهه اسنادی نداشته باشه عکس من، وجهه اشاره به مثلا یک موقعیت ویژه زمانی مکانی نداشته باشه، برای من جذابه. ترجیح هم اینه در واقع. و اتفاقا که یه موقع های استتیک که مثلا عکس داکیومنتری بود که مثلا سیاه‌سفید باشه، به خاطر اینکه یه فکر میکردن که برمیگرده به گذشته، یه نگاه نوستالژیکی به عکاسی بود، این برای من اصلا از نوستالژی نمیاد. اتفاقا به این دلیل که به چه داکیومنتری بودنشو کمتر میکنه برای من جالبه. کی برمیگرده؟ سوال خوبیه. خودم دارم بهش فکر میکنم، نمیدونم. فعلا که بیشتر داره رنگ قرمز برمیگرده. یکم کشف و شهود همزمان با اینکه تصمیم میگیری دیگه. دقیقه شما میدونم حقیقتش. آها، سوال دوم. آها، چجوری عکس‌ها رو میسازم قبل یا بعدش اینها؟ ببین، خب به هر حال من عاشق عکسی هم که خوب ساخته و پرداخته شده باشه دیگه. دوست ندارم که خام دستانه شکل گرفته باشه. بنابراین تا حد ممکنی که بتونم سعی میکنم از امکانات خوبتری استفاده بکنم که عکس درست حسابی بسازم. الان اینطوری هم ممکنه بعدا نظر مدرد. مسلماً به نور فکر میکنم، چه نور حاضر در فضا باشه، چه نوری که اضافه وارد کار میکنم با فلاش و اینها. در مورد پست پروسس، به این دلیل که من به حالا خیلی اتفاق پیچیده و عجیب غریبی هم نمیفته، چون کارا مثلا مونتاژ خیلی عجیب غریبی نداره، ولی چون من به خاصیت اسنادی عکس همچنان باز
بیباورم و باور ندارم که دارم روایت واقعی از دنیای اطرافم میسازم و آدما دارن نقشای خودشون رو بازی میکنن. من دارم یه چیزی به شما میگم که در عالم واقع در اتفاق میفته، دارم توضیح میدم به صورت بصری جهان رو. نه، چون اینو بهش باور ندارم، بنابراین هیچ ابایی هم ندارم که مثلا عکس رو جوری روش کار بکنم که به نظرم در واقع اون چیزی که من میخوام ازش رو بهتر واضح‌تر بیان بکنم. نمیدونم جوابتو دادم یا نه. در مورد اون مسئله بارت، این رو هم باید در نظر بگیریم که چون عکاسی یه چیز بسیار ویژه‌ای بوده که پیشتر اصلا نمونهش وجود نداشته، چه در زمینه هنر چه در زمینه ثبت واقعیت، یک نگاه بدبینانه خیلی ویژه‌ای هم همواره بهش بوده، یه جاهایی به شدت چیز عادلانه و یه جاهایی هم خیلی عادلانه نبود. اون حرفی که بارت میزنه راجع به اینه که عکاسی به واسطه توانایی که داره که ثبت بکنه چیزهای مختلف و حتی بی ارزش ترین چیزهایی که هیچ موقع بهش توجه نمیشده رو هم، حتی مثلا کسانی مثل ادوارد وستون مثلا از یک فلفل دلمه جوری عکاسی میکنه که بسیار اغواگره و مثلا چیزی که اصلا بهش ارزش اونطوری داده نمیشد، حالا مثلا تبدیل میشه به یک اثر فاخره هنری که میره توی موزه. آیا من دارم ابجکتیفای میکنم سوژه های آدمایی که دارم ازشون عکاسی میکنم؟ سوال خوبیه، مطمئن نیستم و سعی منم در اینه که حداقل به معنای مرسومش ابجکتیفای نکنم و برای من اون عاملی که باعث میشه که فکر کنم دارم در مسیر میذارم که در جهت ابجکتیفای کردن نیست، اینه که همین که سعی نمیکنم که تعریف کننده واقعیاتی در مورد زندگیشون باشم و این مرحله رو باقی میذارم که به مخاطبم اجازه بدم که همونطور که من خودم رو جای اونها میذارم، اون هم یک چی میگن به کلمه شیدن افته همزاد پندری کلمه خوب نیست، ولی همچین کاری با آدم های توی عکسای من بکنه و فکر نکنه که اتفاقا به خاطر اینکه من خیلی دارم سعی میکنم توضیح ندم با آدم ها رو وارد دستبندی های مرسومی که حالا به ویژه توی عکاسی یا توی عکاسی از آدم ها توی ایران و زن ها توی ایران هم حالا به طور ویژه میشه نذارم، فکر میکنم که روایت های زندگیشون واضح میشه که پیچیده تر از اون چیزیه که تصور میشه یا جلوی دوربین میتونه بیاد. نمیدونم مثلا شاید دارم خیلی دور از سوالتو جواب میدم، ولی شاید یکم اگه راه نمایی کنی منو شاید بهتر بتونم جواب بدم. ببین، بحث اینستاگرام یکم جالب میشه به خاطر اینکه اینستاگرام مثلا بیسش، عنوانش، فرمتش که قبلا مربع بود و اینا از عکس کلمه ها داره یادم میره پولارویدی میومد، از اینستنت فوتو میومد که همونجا تو میگرفتی همونجا میومد بیرون و قرار بود که بدون هیچ دخل و تصرف حتی مثلا در حال چاپ چیز تو نگاتیوش رو نمیتونستی تغییر بدی، پازیتیوش رو اگه موقعی که داشتی چاپ میکردی هیچ تغییر نمیتونستی بدی و در واقع همون چیزی بود که روی دوربین روی صفحه عکس چاپ میشد، وعده چیز واقعی بودن رو قرار بود بده، قرار بود که اینو بگه که در لحظه همینجا همین الان این، بعد حالا تبدیل شد به یک سری صحنه سازی هایی که باز هم وعده واقعیت می‌خواست بده. اتفاقا من فکر میکنم موقعی که تو امر
واقعی رو بخوای وعده بدی و این نباشه، چون عکاسی نیست آقا، امر واقع نیست، عکاسی دروغه، و بخوای روی اون مانور بدی که مثلا این واقعیت همین لحظه همینجا، اونجاست که ابجکتیفای میشه، یک حقیقتی گم میشه، لغ میشه اونجا. ولی در روایتگری، در داستان گفتن، در ساختن فیکشن به جای مثلا سند نگاری، به نظرم اون دیگه وارد هیته، حداقل اونجوری که من فکر میکنم، وارد هیته ابجکتیفای کردن نمیره. یه موقعهایی نتونستم دوربین به دست بگیرم و چیزی رو از دست دادم، یه موقعهایی هم البته زیاد اتفاق افتاده که من عکس گرفتم اما در نهایت تصمیم گرفتم که پرایوت نگهش دارم و نشانش ندم، به خاطر اینکه یک بحث اتیکالی هم وجود داره که تو تصمیم بگیری که چه چیزی رو به نمایش عموم در بیاری و چه چیزی رو در نیاری، و یک پرسش و پاسخ شخصیه که هر آدمی یه سری استانداردهای خودشو داره. ببین، حتما میشه که راجع به اینم فکر بکنی که پیش و پس از اون عکس چه اتفاقی افتاده، ولی هدف اصلی من اون نبود، هرچند که اونم اتفاقا یکی از ویژگی های کنجکاوی برانگیز و جذاب در مورد عکاسی، به خاطر اینکه یک گسستیه، به قول استاد ما آقای مهران مهاجر، گسستیه در پیوستار زمان مکان. این کنجکاوی ذهنی که پیش و پس از اون چه اتفاقی میفته همواره مسئله که عکاسی رو جذاب میکنه. اما برای من اتفاق بین فریم های انتخاب شده و نمایش داده شده است که جذابه، و بین این دو تا عکس که کنار هم قرار میگیرن، حالا چه به لحاظ اتفاقات فرمی که بین اینها میفته و اینا به هم مورف میشن، یا چه از لحاظ اتفاقات مفهومی که بین اینا میتونه شکل بگیره در ذهن مخاطب من، و اینها برام جذابه. یه چیزایی من میتونم تصور بکنم که احتمالاً این تو ذهن من میفته و امیدوارم که تو ذهن مخاطبم هم بیفته، و نه تنها بین دو عکس بلکه بین عکس ها و همونطور که گفتم یک فضای ذهنی که شکل میگیره، که امیدوارم که یک بارقه ای از زندگی توش باشه، یه چیزی که به گفتار صرف نیاد و فراتر از همه این پشت سر هم حرف زدن های من باشه. و آره، همچین چیزی. بذار یه چیز دیگه هم پرسیدی. مرسی. والا هنوز سوالیه که حل نشده، اتفاقا در حال تلاش برای حل شدنه، ولی یه چیزایی که خب میتونه کمک بکنه، همین که گفتم، همین منابعی که دارم مطالعه میکنم و جور دیگری کار کردن که ارتباطاتی رو بسازم یا پیدا بکنم، حالا با توجه به شرایطی که الان توش هستم و مشغله های فکری الانم. یه چیزی که برام جالبه، حالا همینطوری خودم دارم راجعش فکر میکنم، خیلی راجعش مطالعه نکردم، راجب مرحله آینه لکانه که راجب این صحبت میکنه که کودک در حوالی 18 ماهگی تصویر خودش در آینه رو پیدا میکنه که متفاوت با تصورش، رو میفهمه که جداست از بدن مادر و بدنه جهان پیرامون. این جدایی رو برای اولین بار کشف میکنه و این تک افتادگی
یه چیزای فرصت های آموزشی براش و در این حال میتونه تبدیل به این سری کابوس هایی هم بشه که احساس میکنه حتی داره اعضای بدنش رو از دست میده. این جدا بودن بدنش، فیزیکش، حتی روانش از دنیای اطراف و بدن مادر رو حس میکنه. برای من یه جورای انگار این مهاجرت فکر میکنم که یک مرحله آینگی جدا دوباره ایه که تو این جدا بودن رو دوباره حس میکنی و مجبور میشی که خود یه بار دیگه خودتو کشف بکنی، پیدا بکنی و تعریف بکنی. بنابراین من چی شد که به تصویر گرفتن از آدم ها پرداختم؟ حقیقتش اولش این بود که خودم رو مجبور بکنم که بتونم یه کاری بسازم، به یه قدمی پیش ببرم و کم کم بیشتر علاقمند شدم. و این پیدا کردن کاراکترهایی که بخشی از دیگه، حالا من خود وابسته به یک زمان و یک مکان و یک جغرافیا نمیدونم، من حالا تبدیل شدم به یک چیزی که از حقیقتش یه تصویری توی ذهن خودم دارم از کاری که دوست دارم بکنم، اینه که یک شاعریه که راه میفته در زمین و زمان و مثلا تکه هایی را پیدا میکنه، انتخاب میکنه و برمیداره، مثلا کلم به عنوان کلماتی حالا برمیگرده یه جا میشینه، اینا رو میذاره کنار هم ببینه که آیا شعری ساخته میشه یا نه. الان این در اون مرحله هم که ببینم که آیا شعری میتونم بسازم از توی اینها یا نه، ولی وجهه مشترک خیلی هاشون یه جورایی میشه مفهوم جادو. حالا هنوز نتونستم کامل راجع بهشون به زبون بیارم یا حتی کاری بکنم که معنی خوبی، یعنی مشخصی بده، ولی شاید همین معنی ندادنه بشه یه چیزی که من بخوام روش تأکید بکنم. جوابو بچه نمیدونم دادم یا نه، یکم خودم در مرحله به نتیجه رسیدن. آره ببین، برای منم خیلی سخت بود فهمیدن این که پیدا کردن یک زبان بصری مشترک توی این، حالا آدم های زیادی بودن که راجع به این صحبت کردن، ولی بارت هم راجع به این صحبت میکنه که عکس میتونه خاصیت نشانهی به خودش بگیره و وارد حیطه زبان بشه و نیاز به خانش ویژه خودش رو داره. و پیدا کردن این زبان بصری مشترک که آدم ها بتونن بخونن عکس های همدیگر رو، فکر میکنم در بستر نگاه کردن به سنت بصری ممکن تر میشه. مثلا موقعی که من باز دوباره برگشتم به نگاه کردن به تاریخ عکاسی و سنت هایی که هست و حالا شکستن اونها به طوری که برای من معنی دارتر باشه، تونستم یک رابطه بسازم که احساس کنم که این معنای تصویری داره منتقل میشه. در این حال آره نگاه کردن، یاد گرفتن از سنت بصری تصویری، خب عکاسی خب خیلی کمک میکنه. و یه چیزی هم هست، تعریفی که ما توی از عکس توی ایران داریم و عکسایی که دیدیم، حالا عکسای داکیومنتری بسیار محل مناقشه‌ن به خاطر اینکه اصلا عکاسی داکیومنتری و بر این مبنا، عکاسی فوتوژورنالیستی بر این مبنا درست شده که قراره که یه واقعیتی رو بگه، قراره که شرح بصری یک واقعه باشه. و اون هم حالا به هر حال یه سری استانداردها و یه سری شاخص های خودشو داره که به چی میگن، چی کار بکنه که هم به شی اسنادی داشته باشه، هم مثلا به لحاظ استتیک مثلا جذاب باشه، که اونم باز محل مناقشه است که چرا عکس داکیومنتری قراره که چیز داشته باشه، به شی استتیک داشته باشه. شوشم میگفتم آها، چیزایی که عکسایی که ما توی ایران مناسب میدونیم برای به لحاظ معنای هنری داشتن، یکم
معنای باز محدودتری داره. هنوز من حالا که میتونستم مثلا نظر یه سری زیادی و حال نظر استادای اینجا رو بتونم یا کسب منتقدین اینجا رو جلب بکنم، حالا به مرحله رسیدم که اساتید سابقم توی ایران باز حالا نظرشون برگشته یه جوری دیگه فهم کنم. میدونی یه بازی رفت و برگشتیه که اصلا نمیشه پیش بینی کرد که چه اتفاقی میفته. حالا شاید من هنوز برای مرحله نرسیدم که بتونم پل کاملی بزنم. دارم فکر می‌کنم که شاید از این بیاد که از نقطه شروعی که تو چه چیزی رو به عنوان قابلیت‌های خودت میپذیری یا نمیپذیری شروع میشه و اینکه لازم داری که از یاد ببری اون الگوهای دیدن جهان پیرامونی که مثلا یاد گرفتی به واسطه تصاویری که دیدی، چون ما توی یک فرهنگ دیداری داریم زندگی میکنیم که احتمالاً یه سری چیزهایی که دیدیم رو داریم به این دلیل میبینیم بهشون توجه میکنیم که پیشتر در یک جایی به ما نشان داده شده و برون رفت از این چرخه دیدن چیزهایی که از قبل دیدی و چیزهایی که از قبل شناختی کار میخواد. اینه که و همین که گفتی به هر حال عکاسی بسیار پذیرفتن این که عکاسی کار بسیار سوبژکتیویه و تو بپذیری که اصلا قابلیت اینو نداری که امر واقع رو بخوای ترجمه بکنی روی یک مثلا دنیای چندین بودی رو بخوای توی یک تصویر دو بودی مثلا خلاصه بکنی، از اونجا شروع کردن شاید کمک بکنه. و همین به نظر برای من جذابیت عکاسی در اینه که تو رو تشویق میکنه که یک نگاه خیره داشته باشی به پیرامون و در این نگاه خیره داشتن یک رفت و برگشت بازشناختی اتفاق میفته که اگه بهش به اندازه کافی زمان بدی، بها بدی، چیزهای جدیدی رو به تو میآموزه. و برای من فکر کنم که هر موقع که موفق میشم که عکس خوبی درست بکنم موقعیه که اینا همه با هم دیگه دارن کار میکنن. گفتنش به خاطر اینکه من یه سری حدسایی میزنم ولی نشستم مستقیم باشون صحبت بکنم. من با توجه به بازخورده که گرفتم یه سری چیزایی نتایج رسیدم که میتونه کاملا درست نباشه، شاید بازگو کردنشون درست نیست به همین دلیل. ولی چیزی که دارم فکر میکنم اینه که به واسطه اینکه ما توی عکاسی با استادانی مواجه بودیم که خیلی خیلی زیاد کانسپچوال بودن و این رابطه عکاسی با واقعیت رو انقدر لغو دونستن و خواستن که روی اون تاکید بکنن که عملا به صورت فرمال همون رو سعی کردن که حذفش بکنن. و حالا ما عکاسی هایی که توی ایران باهاشون مواجه هستیم یا ژانری هستن مثل یه سری استیج خیلی واضحن استیج داریم که هدفهای بزرگ دارن اما ناموفقن. به نظر میرسه، امیدوارم که هدفهای بزرگی دارن اما ناموفقن، اینقدر که آدم چیزش میشه، اینقدر استیجه که آدم اینجوریش میشه. بعد یا مثلا عکسایی داریم که خیلی دیگه مثلا داکیومنتری هن، یا هم عکسایی داریم مثل مهاجر که خب و چه کانسپشوالشون خیلی 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 قوی تره. واسه همین انگار یه جاهایی در نظر گرفته نشده که عکاسی، حالا به ویژه من سنتی که دارم ازش میام، چیزایی که ازش یاد گرفتم، عکاسایی که مثلا از دانشگاه ییل اومدن، حالا به هر حال چون یه تعداد زیادیشون سنت ساز شدن خودشون، اون چیزی نیستش که مثلا تو ایران خیلی
حالا شاید مطالعه شده یا پذیرفته شده باشه، شاید حرف ناسواب بهت نزنم. اون چیزی که من توی دانشگاه تهران، البته مدت خیلی کوتاهی بودم، اون چیزی که من یاد گرفتم، تجربه من فرق میکنه با اون کسی که دانشگاه هنر بوده یا جاهای دیگه بوده. اون چیزی که توی دانشگاه تهران من ازش یاد گرفتم این بود که یک روی کردی مشابه مکتب دوسلدورف مثلا اتفاق میافته، که تو یه سری هایی داری که شباهت های کانسپچوال یا به شدت واضح کانسپچوال یا به شدت واضح فرمال با هم دیگه دارن، و کارهایی که از ما خواسته میشد که اون ساخته بشه خیلی شبیه به اون بود، و من عمدن خواستم که این الگو رو بشکنم توی ذهنم و یک ارتباطی پیدا بکنم بین چیزهایی که به هم سریع رابطهشون پیدا نمیشه، و امیدوار بودم که در طول زمان مرحله مرحله بتونه خانش بشه و فهم بشه. آره، رفتش که این بود، خواستم الگویی که توی ذهن من ساخته شده بود شکسته بشه. برگشتش این بود که به نظرشون ساخته نشده بود، اونایی که مثلا من به نظر خودم کمی موفق بودن در ساختنش. نه احتمالا خوب توضیح ندادم، به خاطر اینکه نه ما توی ایران هم که بودیم، یعنی حداقل در جایی مثل دانشگاه که بودیم، در محیط آکادمیک آگاه بودیم که کارهای چنین چه آسیب زننده است، بیشتر از اینکه مثلا آگاهی ایجاد بکنه اتفاقا ناآگاهی ایجاد میکنه و اتفاقا داره یک تصویری میسازه، یه تصویر سلبی میسازه از زندگی در این ورک اگزاتیکه، و مثلا برای بیگانه اینطوریه که او ببینید که مثلا در ینگه دنیا این موجودات چگونه زندن، مثلا همچین توضیحاتی داره میده. نه اینو میدونستم، فکر میکنم که بازم دارم یه چیزایی میگم که خیلی توش مطمئن نیستم، ولی چیزی که من شاهدم اینه که بچه ها به شدت یه تعدادشون به شدت علاقمندن، ولی اوور کانسپچوالایز میکنن مسائل اتفاقا. یعنی بحث های کانسپچوالی که اونجا داره اتفاق میفته، معاصریت یا چه میدونم چگونه مثلا عکاسی منظر چه جایگاهی دارد و فلان و اینها، انقدر سعی میکنن که هر چیزو به رشته کلام بیارن، یک رویکرد فلسفه بافی کم شبیه میشه به جای نگاه اتفاقا فرمال شهودی ترکیب اینا. انگار اتفاقا آره نه جوابم گرفتم، یعنی بیشتر رفته تو باز استیتمنت و توضیح و دسکریپشن، آفره اون افکت، اون چیز از اثر که خودش برای خودش کار. مرسی. توی یه تفاوت دیگه هم که وجود داره اینجا، MFA مدرک نهاییه و تو مثلا میتونی باهاش پروفسور بشی و فلان و اینها، دانشگاه تدریس بکنی. یه اتفاق دیگه هم که میفته، توی ایران MFA نداریم، ما توی ایران MA داریم، و انگار که حداقل توی اون فضای دانشگاه تهرانی که من بودم بیشتر دارن سعی میکنن که منتقد بسازن تا هنرمند، و انقدر این فضای انتقادی و رفته فلسفه بافی در لایه های مثلا کلامی توضیح هنر انقدر عمیق میشه که جایی برای خلق نمیمونه، جایی برای مکاشفه انگار کم میشه جا براش. من نیازی نبود که چیز بکنم، تز نوشتاری داشته باشم. این اتفاقا این لایه های توضیح داده نشده در کلام، برای یکم میدونی وقتی داری مثلا با این سنت عکاسی کار میکنی، کسانی هستن که زبان عکس رو خیلی راحت میفهمن و خودشون مثلا مطالعه های متفاوت دارن از لایه های معنایی که احتمالا تو سعی کردی بسازی، و همین دونستن چیز به
به عمق‌های مختلف دانستن این زبان بصری کمک کننده است که مثلا شاید یه معنایی راحت تر منتقل بشه. البته البته نباید گفت که هنر باید الیت باشه، ولی در واقع اتفاقی که میفته یکم چاره جز این هم نخواهد بود. یک سطوح مختلف انگیجمنتی میتونه مثلا مخاطب داشته باشه با توجه به پیشینه ای که دنبال کرده از ماجرا. و چی کار میخواستم بکنم نمیدونم. سعی کردم توضیح بدم که دارم چی کار میکنم و این کاری که آدم میکنه در هنر همواره معنای سیالیه و ساختن یک مفاهیم اتفاقا سیالیه که شاید کار من انجام بخش دیگر. نه کاملا برعکس لیمیتش نکرد، اتفاقا گفته میشه که عکاسی بار بازنمایی جهان پیرامون را از دوش نقاشی برداشت و کلن اجازه داد که جنبش های هنری مثل اکسپرسیونیسم و امپرسیونیسم اتفاق بیفتن و باعث شد که نقاشی دیگه تصور نکنه که من باید هی نزدیکتر به واقع بشم در نمایش چیز دنیای اطراف، حالا من میتونم خیال پردازی کنم، حالا میتونم جور دیگری ببینم، جور دیگری بسازم. کوتاه جواب اینه که نه اتفاقا، که بسیار لیبریتش کرد نقاشی رو. چجوری پیداش میکنم؟ موقعی که عکاس خوبی هستم موتورم روشنه، به دنیای اطراف بازخورد نشون میدم دیگه و چیزهایی که میبینم به صورت شهودی موقعهایی میشه که خب عکس میگیرم یه تعداد زیادی چیزهایی که برام جالبه و بعد میشنم راجعشون فکر میکنم اینم که اینا چه جایگاه میتونم داشته باشم. آره اینا عکسایی بود که من موتور عکاسیم روشن بود و میدونستم که میخوام چی کار بکنم. یه موقع های اینطوریه که مثلا من در لحظه عکس میگیرم، یه اتفاقی داره میفته، من بینندشم، تماشاگرم و تماشا میکنم. یه موقع های دخل و تصرفم در اینه که مثلا یه لحظه نگرش دار تا من عکس رو بگیرم. یه موقع های دخل و تصرفم در اینه که این کار رو کرده بودی مثلا دیروز، حالا میتونی دوباره بکنی، مثلا من چند پکس بگیرم، یا اینه که میشه با هم دیگه این کار رو بکنیم، مثلا بریم اینجا این کار رو بکنیم. شکلهای مختلفیه با هم دیگه ترکیب میشه. ممنون از تو مریم جان، ممنون از همه بچه ها، ممنون از سوالایی که پرسیدین. اتفاقا یه سری چیزایی رو، پرونده هایی رو باز و بسته کرد تو ذهنم که بیشتر راجع بهشون فکر بکنم. خیلی ممنون، دیالوگ خیلی جذاب بود. مرسی.